این داستان رقابت. امروز در توی دوست داشتنی عروسک های فنری درست میکنه، اما پیتر و تام نمیتونن همزمان با اون کار کنن و کنتر کار میکنن. ای تدی، درتا انقدر سریع کار میکنه که نمیتونیم بهش برسیم. میتونی کمی آروم تر کار کنی؟ نه متاسفانه امکانش نیست، شماها باید سریعتر بسته بندی کنی. ای کاش میتونستم، تا جایی که ممکنه سریع کار میکنم. یه فکری به نظرم رسید تدی. آفرین پیتر. این فکر خیلی خوبیه، دوست داری این کارو بکنی؟ من هم فکر میکنم خیلی خوب باشه. یه روش خوب برای بسته بندی. وای یه چیزی قلقلک هم میده، قلقلک میده. این عروسک های فنری وقتی تو جبم هستن میچرخن، همین قلقلک هم میده. یه کار تفریحیه. تدی برتا رو خاموش کن، اینطوری درست نیست. دوباره امتحانش کن پیتر. اون درست کار نمیکنه. من نمیتونم یکی رو دسته بندی کنم. منم نمیتونم دسته بندیش کنم. این خوب درست نشده، برای همینم نمیچرخه. خب بذارش اون طرف پیتر، من باید چند جای دستگاه رو تعمیر کنم. ببین اون یکی خوب شده یا نه. این خیلی خوبه تدی.
آقای دانکن از کار اونا خوشش نمیاد چون قبلا اینجوری بسته‌بندی نمی‌کردن. ببینم معلوم هست اینجا چه خبره؟ کاپیتر برای اینکه اونا رو سریع دسته‌بندی کنه این کار رو میکرد. خودم میبینم اما مطمئن نیستم که کار خوبی باشه. فکر میکنم اون داره با ما بازی میکنه. ولی اینطوری میتونم بفهمم که اونا واقعا کار میکنن یا خرابن. بله قبل از اینکه اونا رو بسته بندی کنم و قبل از اینکه اونا رو دسته بندی کنم خدای من ای وای عروسک فنری ها هنوزم توی جعبه دارن میچرخن. پس تو منظورت همین بود. آره پیتر اگه اونا تو جعبه بازم در حال چرخیدنن معلوم میشه که برتا کارشو خوب انجام بده. امیدوارم قبل از اینکه اونا رو به فروشگاه ببریم دیگه نچرخن. امیدوارم که صدمه ندیده باشه. اونا منو قلقلاش میدن. در دفتر کار طبقه بالا خانم آلیس کارها رو با سرعت انجام میده. حالا آقای بیلمین لطفاً به آقای اسپرات بگید بیاد دفتر من. چشم خورمم. بله بفرمایین. بسیار خوب خانم آلیس بهشون میگم. آقای ویلمیک میخوان شما رو ببینن آقای اسپرات. متشکرم تریسی همین الان میرم. چشم دیگه هیچ جا رو نمیبینه. تریسی تو عینک منو ندیدی؟ اونو کجا گم کردین آقای اسپرات؟ تریسی از کی شما عینکی شدی؟ مال من نیست آقای اسپرات حتما مال شماست. متشکرم. زمنان سایکل اینجا رو کمی مرتب کنی. سدی از دست خانم آلیس بهتر یه فنجون چایی بخوریم. خوبه الان به آقای ویلمیک خبر میدم. چای آماده است خوربم. منم میام. من چند تا کیک تمش که تازم درست کردم. یا اگه ترجیح میدین ساندویچ پنیر و خیار بیارم بخوریم. صبح بخیر خانم تاب. لطفاً یه فنجون چای به من بدین. آقای اسپرات شما هم برای چای به موقع اومدین. بفرمایین اینم دو تا فنجون چای دیگه. متشکرم خانم تاب. خانم آلیس اون نامه ای که امروز صبح رسید کجاست؟ لطفاً ببینم. همینجاست قربان. بفرمایین. این نامه از طرف مشتریانی که در کشورهای دیگه هستن رسیده. اونا از ما خواستن تا در مسابقه ساخت اسباب بازی‌ها شرکت کنیم. بله 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 میفهمم. و شما هم از من میخواین یه طرحی بدم که تو این مسابقه برنده بشید. بله چون اگه برنده بشیم سفارشات زیادی برای کارخانه دریافت میکنیم. بسیار خوب از همین الان کارمو شروع میکنم. پانجی که توی انبار کار میکنه وقتی با ماشینش حرکت میکرد ماشینش خراب شد. شما با من کاری دارین؟ بله کار درست کردن عروسک‌های فنری تموم شد. شما میتونین تحویل بگیرین. باشه من همین الان میام. البته بعد از اینکه ماشینم رو درست کنم. چرا ماشینت خراب شده؟ نمیدونم چرا فقط دنده عقب میره. منم سرور نمیارم. متاسفم که نمیتونم کمکت کنم پنجید. نگران نباشین یه کاری میکنم که امروز کار کنه فردا هم کاملا درستش میکنم. آقای اسپرات و تریسی مشغول نشون دادن طرح عروسک‌های فنری جدیدی به مدیر کارخونه هستن که قراره در مسابقه برنده بشن. اون یه عروسک موزیکاله که هم را میره هم میرخصه. بی نظیره. شما خیلی با استعدادین آقای اسپرات. متشکرم قربان. فکر میکنم این طرح برنده بشه. امیدوارم. حالا برای ساختن اون عروسک از کدوم دستگاه استفاده کنیم؟ خب البته از برتا. اون بهترین دستگاه این کارخونه است. مواظب باش.
او ببین پیتر، من آینه بزرگ دستشوی کارخونه را به ماشینم زدم. اینطوری میتونم تمام روز و دنده عقب برم. تده آقای اسفراد عروسک های فنری جدیدی را طراحی کرده. خیلی خوب، در تازوغ زده نشو. ببینم شما نمیتونین این کار مهم رو به بلتو محبل کنید. چرا نمیتونین؟ برای که دستگاه جدید ما این کار خیلی بهتر انجام میده. فهمیدین؟ آروم باش برتا، شما برتا رو ناراحت کردین. من اهمیت نمیدم، چون به عنوان کارفرمای این کارخونه عقیده دارم که اون اسباب بازی جدید باید توسط یه ماشین جدیدتر ساخته بشه. درسته، فکر میکنم باید با آقای دانکن هم عقیده باشم. بیاین ما از دستگاه جدید استفاده کنیم. ولی اون دستگاه جدید بهتر از برتا کار نمیکنه. ببینم اونا آخرین عروسک های فانری هن، یعنی برتا امروز دیگه چیزی نمی ساخته. بله اونا آخری هشن. ببر خب پس من دیگه رفتم، خدا نگهدار. ولی برتا امروز بازم کار میکنه. تو داری چی کار میکنی تدی؟ آقای اسپرا طرح اسباب بازی جدید رو به من دادن و منم اطمینان دادم که میتونم برتا رو وادار کنم تا عروسک های بهتری بسازه، یعنی خیلی بهتر از اون ماشین جدید. قول میدم که بتونه. کسی چایی میخوره؟ نه متشکرین خانم تاب، خیلی کار داریم، فعلا نمیخوریم. مثل اینکه امروز صبح هیچ کس چایی نمیخواد. پس اونا کجا رفتن؟ همشون دور اون ماشین جدید جمع شدن و منتظرن تا یه عروسک جدید ساخته شه. بیا ما هم بریم یه نگاهی بکنیم. اومدم. آفرین بهتا، بهشون نشون بده که بهترین دستگاه این کارخونه ای. همگی در اطراف دستگاه جدید جمع شدن و منتظرن تا یه عروسک جدید رو ببینن. آفرین آقای اسپرات، حتما در اون مسابقه برنده میشین. حالا کاری میکنم که دوباره بچرخه. وای خدای من، آزمایش خوبی بود آقای اسپرات. شاید حقش این بود که از برتا استفاده میکردیم. آقای دانکن، من شاید حق با شما باشه. اصلا نگران نباشین آقای اسپرات، بیاین دنبال من، بیاین ببینیم برتا از طرح شما چی ساخته. وای باورم نمیشه. فاخر بی‌نظیره. مطمئن بودم که اون طرح موفق میشه. البته به شرطی که بهترین دستگاه یعنی برتا اونا رو بسازه. آفرین به برتای خودمون.